بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظار شما باشه. امروز شنبه است، 11 ماه فوریه سال 2023 و برابر است با 22 بهمن 1401. هم در خارج از کشور تظاهراتی برپا هست و هم در داخل کشور. هر دو هم میگن اینها دوتاشون، هر دو میگن اینها دروغ میگن. اون میگه اونها دروغ میگن، نفراتشون انقدر نیست. اون میگه اونها دروغ میگن. تا ببینیم کی میرن در جبهه جنگ با هم میجنگن و کی پیروز میشه. ایران امروز یه مقداری هم با نشون دادن اسلحه ها یا پهپادهایی که ساخته به اصطلاح چنگ و دندان نشان میداد برای دیگران، برای اوکراین، برای اسرائیل، و ببینیم چی میشه. از طرفی دیروز یک گرد همایی به نظر من خیلی مسخره، البته خیلی ها احساساتی شدن، دیگه الان فکر میکنن تموم شد، پیروز شدن، خیلی واقعا مسخره. توی اتاق قبرش نشستن این چند نفر، کلن 4 نفر، یکی هم برگزار کننده بود یا مستر آف سرمونی آقای کریم سجادپور، 5 نفر، 2-3 نفر هم این برانور ویدیو فرستادن. خانم گرشیفته فراهانی که اصلا از مردم طلبکار بود، تو 2 دقیقه 4 مرتبه 5 مرتبه هگو، هر کی این کار نکنه خائنه. این دخترک زنک فکر میکنه که همه چی رو بهتر از دیگران میدونه و الی آخر. شما نظرتون چی هست؟ اگه این برنامه رو زنده میبینید، تماشا میکنید در ساعت 12:56 تقریبا، 1 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت شرق آمریکا، یا به صورت بازپخش میبینید در ساعات دیگه، میتونید تماس بگیرید یا با این شماره تلفنی که میبینید، واتساپ 201-202-695-2573 تماس بگیرید، بتونم جواب میدم. همون موقع نتونم پیغام بذارید، تکس بفرستید، ایمیل بفرستید، من با شما تماس خواهم گرفت. شما چی فکر میکنید درباره این گردهمایی اولین جنبش؟ من والا اصلا نمیدونم چیه اولین گردهمایی جنبش انقلاب زن زندگی. خیلی ها اعتراض کردن چرا گروه های دیگه نیستن. شما از همین الان چپ ها رو به اصطلاح اینجا راه ندادین. مذهبی ها از بهایی گرفته، زرتشتی گرفته، مسیحی گرفته، کلیمی گرفته، هیچ کس اونجا نبود. در هر صورت من فکر نمی کنم. ببینید، افرادی که در 44 سال گذشته، خداییش اگه بخواین به اصطلاح کاردانتر از همه اینا همین مسیح علی نژاده که اونه که واقعا هم توی ایران مبارزه کرده و حالا هر جوری بلند شده اومده آمریکا، هم اینجا مبارزه کرده. اونای دیگه یه سری میتونم بگم موج سوار، خود همین آقای حامد اسماعیلیون، کسی که تا قبل از این، تا 3 سال پیش ایران میرفت و میمده و کاری به هیچ کسی نداشته، فقط خوشش این بوده که در آمریکا، در کانادا کار میکنه، در ایران هم هی میرفته نمیدونم کتاب مینوشته و اینها. یه دفعه زنش و بچهش که کشته میشن توی اون ماجرا، اینجوری به اصطلاح از این رو به اون رفت برمیگرده. بعد دیدم آقای محمد کرمی تو فیسبوکش نوشته بود آقا این آقای اسماعیلیون، این که مادر خانم مادرت یا مادر خانمت به اصطلاح 2-3 روز پیش از کانادا برگشت ایران، چه خبره؟ شما از این ور میگین کانادا سفارتشو ببنده، خب این مردم پدر مادرهاشون چجوری بیان برن؟ کسایی که اینجا بیزینس دارن، کار دارن، نمیدونم، روزگار غریبیست نازنی. اینم از این. خب شما بنویسید، نظرات خودتون رو بنویسید که شما چی فکر میکنید. من این داستان هویدا رو برای خیلی از دوستان فرستادم و گفتم که اگه نظری دارید بفرستید. متاسفانه دوستان وقت تماشا کردن و نوشتن ندارن، دوست دارن همون موقع فل بداهه زنگ بزنن. و ما هم الان سالهاست دیگه تلفن مستقیم، ما بیایم اینجا چراغ روشن کنه، دوربین روشن کنه، بشین تلفن آقای محمد تیرانداز زنگ بزنه، آقای حمید نجاری زنگ بزنه، دیدیم چه اشتباه بزرگی بود. دیگه کار اشتباه رو آدم نباید انجام بده. آقای احمدعلی مسعود انصاری و یکی دیگه از دوستانشون به نام آقای علی پیشرو
یک چیزی رو نوشته بودن درباره خدا، نوشتم والا این خدا عجب خداییه، یه شیطان رو درست کرد، خودشو 124 هزار تا پیغمبر حریف شیطان نشدن، یه جانور دوپایی رو درست کرد، چقدرم ذوق زده شد، گفت فتبارک الله احسن الخالقین، من دیگه اشرف مخلوقات ساختم. این اشرف مخلوقات به قول خودشون که اصلا هیچ چیزی هم نداره، صحتی نداره، 6000 سال، ولی بنابر فرضیه داروین و نمیدونم اون تاریخ شناسان اینها، میلیون ها سال این بشر به اینجا رسیده و ببینید هنوز این جانور انسان نشده، آدم نشده. آخه این چه خدایی هست؟ در اصل نمیدونیم، اونا هم دلشون خوشه که خدایی هست، بذارید اونا خوش باشن، اونا هم بذارن ما خوش باشیم، کاری به کار همدیگه نداشته باشه. در هر صورت دوستان، اینجا ببینم که دیگه چی نوشتم. آن یه فیلمی بود در رابطه با ساواک و هنرمندان و بهروز بهنژاد و داریوش و اینها، و دنبالش نریم چون این دوستان هم یه عدهشون به خاطر گذشت زمان فراموشی بهشون دست داده، یه عده بر اساس مصلحت کار و زندگی یه چیزایی رو از زندگیشون پاک میکنن، نمیخوان دوباره بگن. هرچی بود گذشت، ساواک گذشت و جمهوری اسلامی هم اومد یه سری از اون ساواکی ها رو استفاده کرد در ساواما. دیروز من یک ویدیو میدیدم راجع به شخصی به نام حسین یزدی که برید ببینید این چجوری پدرش جاسوس، خودش جاسوس، بعد چجوری معاملش میکنن، نمیدونم شاه زامن میشه میگه اگه میخوای من بیام مثلا برلین اینو باید آزاد کنی، آزادش میکنن، بعد توی دستگاه ساواک و اینها بوده، گفته که بذارید من میخوام بازجو باشم، بهش گفتن ببین دیگه اون شلاق زدن و دست پا فلان اینها تموم شده. یعنی چی؟ یعنی بوده. این برای اونایی که به دروغ مثل احمد فراستی و اینها میگن. در هر صورت این آقا دوست داشته بازجو بشه، شکنجه‌گر بشه، اونا بهش گفتن نه آقا برو کارتو انجام بده و جاسوسی میکرده و اینها. از همه مهمتر اینی که قبل از اینکه بمیره خانم فرع دیبا و این عقب افتاده های سلطنت طلب یه جشن بزرگی براش میگیرن و بزرگداشتش رو انجام میدن، بعدی که میمیره تلویزیون ایران فکر کنم یه مصاحبه هم آقای حسن یا حسین دهباشی، هر کی، آقای دهباشی با این انجام داده و بعد حتی توش پرچم جمهوری اسلامی رو هم میبوسه و معلوم میشه که ایشون یه جورای جاسوس دو جانبه بوده، حسین یزدی. حتما برید نگاه کنید. خب اینم از این. و من اینجا، آهان، نوشته شروین پس از جایزه گفته بود که ای کاش جایزه توسط یک هنرمند بهش داده شده بود، نه یک زنی که بهش میگن بانوی اول، فرست لیدی، به این دلیل که زن رئیس جمهور هست. و از طرفی چی میگن، حاشیه هایی هم بعدش هست که این چی گفته، اون چی گفته، بعد دوباره چی گفته، دوباره چی نوشته، دوباره چی پاک کرده. خلاصه روزگار غریبیه، همه دروغگو، همه نمیدونم مصلحت طلب، بعدم میگن ما اصلاح طلب نیستیم. همه اصلاح طلب هم. اصلا بشر اگه اصلاح طلب نبود که هنوز توی غار زندگی میکرد و الاخر. اون روز خیلی از دوستان، مخصوصا آقای عزیزان و دوستان دیگه‌ای که تو کار برنامه سازی وارد هستن، با من تماس گرفتن و گفتن آقا به نظر می اومد که خیلی چیزا برای گفتن داری ولی وقت نشد، اگر برنامه دیگه اجرا کردی اونا رو بگو. این دوست ما آقای پتیک مهدسیان نوشته امروز 22 بهمن است. سالها پیش حوالی 1367 به خودم گفتم این جمهوری در 1414 سقوط میکند، یا 14-14 حداقل بهتر از پیشبینی هست که آقای سهراب چمنارا انجام داده بود و نوشته بود در کتابش که سال 2020 سال سرنگونی آخونده هست و دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد ایشون میگه حالا چرا من باور دارم سال 1414
حکومت آخوندا سقوط میکنه، میگه که حکومت شاه 57 سال طول کشید، بعد اگر حاصل 1357 رو به اضافه 57 به اصطلاح به اضافه اون بکنی میشه 14 14. فقط این یه فکره، من فکر میکنم که پتیک همش تو مغزش مثل این چرخنده ها هست، اعداد میچرخه، شاید یه جورای انشتین ما ایرانی ها باشه. من نمیدونم که 57 سال حکومت کرد یا 53 سال دو پهلوی، فکر کنم یه 16، اصلا بعضی ها میگن 20 سال رضا شاه، بعدم 57، 37 سال هم اون، 57. در هر صورت ایشون میگه که سال 14 14 به اصطلاح اینها از بین میرن. و اما میگه که حقوق ماهیانه یک کارگر ساده در سال 1351 برابر بود با 312 تومان، یعنی هفته 777 ریال، یعنی 77 تومان و 7000 هفتگی. و حقوق ولیعت ماهانه بدون کار کردن معادل حقوق 160 کارگر دریافت میکرده، یعنی 50 هزار تومان. این دوستمون آقای رضا شکوری یا شاکری، اگه شکوری هست دو تا اوب که بنویسی ما مجبور میشیم بخونیم شکوری، اینجوری ممکنه شکوری هم بخونه، یا یو بذار به جای او، این اگر تو آلمانی بود یو میذاشتن، یو یا همون اوی اونها کار آسون میکنه. در صورت خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید، اگه لطف کنید برای دوستانتونم همین الان بفرستید این لینک رو، من لینکش هم اینجا براتون میذارم، به اصطلاح اونها هم باشن، مجلس گرمتر بشه. و اما بیام اینجا ببینم که لایف چه دارم، این هست و یه کپی هم ازش بگیرم، کپی لینک ادرس هم اینجا میذارم، البته اگه کسی اینجا بیاد که دیگه احتیاجی نیست، ولی برای شما میذارم اگه خواستید این لینک رو کپی کنید برای اونها بفرستید. ولی ممنونم حالا که شما آمدی، من هم این لینک رو یادم نبود بذارم روی توییتر و بذارم روی لینکدین. یه خانمی با من تماس گرفته بود میگه آقای سوربی اینجا به اصطلاح دنبال دوست میگرده، دنبال حالا نمیدونم یه پسر یه مرد هرچی، میگه همه فقط نظر جنسی به آدم دارن. من سالها پیش یادمه این آقای هاوارد استرن گوش میدادم، هاوارد استرن یه آدمیه که هرچی تو دلشه، هرچی تو مغزشه، تو دل آدم که چیزی نیست، تو مغزشه به زبون میاره. سالها پیش گفت که اینایی که این خانمایی که هی میگن تو فقط منو برای سکس میخوای، باید بهشون گفت که وقتی یه مردی از یه زنی اینقدر خوشش میاد که میخواد تا آخر عمر با اون باشه، بله یعنی میخواد تا آخر عمر فقط با شما سکس داشته باشه. و این سکس آمریکایی‌ها خیلی کلمه بهتری ازش استفاده میکنن، ما میگیم عشق بازی، اینا میگن making love یعنی ساختن عشق. در هر صورت من به این خانمه گفتم روی اینترنت ایرانی ها وبسایت های مختلفی دارن، حتی یکیش هست همسرجون.com، بعد ایشون نوشت که این وبسایت کار نمیکنه، گفتم شاید فیلتر ایرانه، ولی دوستان مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. از روز اول اگر یک کسی آمد گفت سلام، شما بهش بگو که با اسکایپ با تلفن بیاین صحبت کنیم و گول نخورین، نذارین بگه خب من برات الان یه ویدیو میفرستم، ویدیوی نمیدونم دیکاپریو رو بفرسته، هنرپیشه ها رو بفرسته یا دیگران رو بفرسته، باهاش صحبت کنید با ویدیو، با واتساپ، با اسکایپ، و یه دفعه یه چیزی راجع به همین امروز بپرسید. الان امروز اونجایی که شما هستید ساعت چنده؟ ساعت تو نشون بدونم ساعت چنده. خب ما که ساعت نداریم، ولی من مثلا میتونم اینجوری نشون بدم، میگه ساعت 1:09 هست. اینم از این. خب و اما
نمیدونم شما راه بهتری برای این جوانها دارید واقعا، مخصوصا بعد از کووید که اینها 2 سال در خونه موندن خیلی مشکله. از طرفی به خاطر همون کووید بیشتر و بیشتر رفتن به این تلفن ها وابسته شدن، الان حتی بلد نیستن، نمیخوام بگم بلد نیستن لباس بپوشن، بلد نیستن اگر رفتن یه جایی چجوری سر صحبت رو با دیگران باز کنن، چجوری شروع کنن، اینها بمانه. خب این دوستون میگه آقای سربی گوگل میپرسه گوگل اشتباهی مینویسه اسم من رو. خب شما میتونید عوض کنید، خودتون برید اونجایی که پروفایل هست روی صفحه گوگلتون، اونجا میتونید اسمتون رو درست کنید، یا اگر خیلی اذیت میکنه یه دونه جدید دیگه درست کنید. در هر صورت میدونم بعضی وقتا شما یه چیزی که مینویسید اونا بر اساس سابقه ای که داره هرچی دلش میخواد خودش مینویسه. حالا جالبیه که بهشم میگن کرکشن، یعنی تصحیحش کردیم. بعضی وقتا باید بهشون بگیم که مرا به خیر تو امید نیست، شر نرسان، احتیاج نداریم تو تصحیح کنی. این چاییه به این غلیظی نیست که شما میبینید، نمیدونم چرا تو تلویزیون اینجوری میشه، شده رنگ شراب. خب بدم نیست، شراب بنوشون، چاییه، چای پاکتی احمد. خب بله، من بیام اینجا لینکدینم گذاشتم، نه هنوز نگذاشتم، اینم از این، بله پست. خب خود من با این دوربین جدیده میبینم که تصویرش یه کمی مثل فیلتر داره، بلریه، بلری به ایران تار. اون طرف بود گفت که آقا اون تار رو من بده، گفت آقا این ویالونه، گفت والا من از اینجا همه چیز رو تار میبینم. حالا این کلمه تار، اون آلت موسیقی با تار دیدن یا همین بلری، اینا شما تصویر رو چگونه میبینید. و اما بریم سراغ همین پوشه یا فولدر لایو و ببینیم اونجا چی گذاشتیم، چه باید بگیم، چه کار کنیم. از اینکه خانواده فرح، خانواده شاه، خب رضا شاه خودش اوائل کارهای خوب انجام داد تا موقعی که افرادی رو که دانشمند بودن، فرهیخته بودن، کاردان بودن دور خودش جمع کرد، همچین که یه کمی دید بلده، فکر کرد همه چی رو بلده و همه رو از دور خودش دور کرد، یه عده رو کشت، یه عده رو تبعید کرد، یه عده رو بیچاره کرد و خودش شروع کرد به چیزهای مردم رو گرفتن و کار بسیار احمقانه رو رضا خان انجام داد که دهات یا زمینهای مردم رو گرفت، گفت که اینجوری. بعدم پسرش اون کار اشتباه رو انجام داد و باعث شد که کشاورزی ایران از بین بره و حلبی نشین و حاشیه نشین و اینها زیاد بشه و هنوز تا هنوز نتیجه اون حرکت بعد، بعدم دنبالش این آخوندها که واقعا فرزندان خلف شاه و فرح هستند دارن همون اشتباهات رو ادامه میدن و میبینیم که این عدم مدیریت و عدم کفایت چی میگن، یعنی بلد نبودن، ایران رو به کجا داره میبره. در هر صورت ایشون نوشته که روایت تاریخ اسدالله علم نزدیکترین فرد به شاه بود، نخست وزیری و وزارت دربار پهلوی از جمله سوابق اوست. مجموعه 7 جلدی یادداشت‌های علم از جمله کتب مورد علاقه تاریخ پژوهان هست. خاطرات روزانه او بین سالهای 1346 تا 1356 یادداشت شده است. علم روز 25 فروردین 1357 در سن 59 سالگی در آمریکا درگذشت. جالب، همه اینا نسبت به این آخوند مخوندان که 90 سال 100 سال عمر میکنن، همه 50 60، شاه خودش فکر کنم 61 یا 62 بود. به همین خاطر شایعاتی پیش میاد که اینها هم جنس باز بودن، ایدز گرفتن، اون موقع ایدز شناخته شده نبوده، میگفتن سرطان خون و فلان اینا، هرچی بود مردن. ولی جالب اینه که این یادداشت‌های علم گفته بود پس از مرگش یا پس از فروپاشی
سلطنت پهلوی، یعنی اون پیش بینی میکرده که سلطنت پهلوی با این روشی که داره پیش میره فرو میریزه. جالبتر این که وقتی این کتابا چاپ شد، فکر کنم همسر علم و دختر علم هم به اصطلاح گفتن که این نوشته های خودش هست و هیچ به اصطلاح ادیتینگ و اینها در کار نبوده. خلاصه حقوق ماهانه ولیعهد از 1 سالگی تا 13 سالگی. کدوم یک از شماها از 1 سالگی حقوق می گرفتین؟ ما که مثلا از موقعی که شروع شد بریم مدرسه، کلاس اول دوم اینها روزانه می گرفتیم. من هیچ وقت یادم نمیاد مثلا 1 قرون و 2 هزار باشه، ولی از موقعی که 5 هزار بود، کلاس سوم چهارم بودم، یادمه روزی 5 هزار. بعد حالا دیگه نمیدونم 1 تومن و اینا، که بعد دیگه من از 11 سالگی تا به سونا میرفتم کار میکردم و پول جمع میکردم. و اما اینو نوشته، اگه کسی میخواد براش بفرستم، والا حضرت همایونی لقبی است که به فرزندان شاه خطاب میشد. عدد مذکور نیز توسط شخص اسدالله علم در خاطرات خود نوشته است. همین راجب پول، با استناد به این خاطره رضا پهلوی از ابتدا ماهانه 50,000 تومان، یعنی 500,000 ریال، فقط به دلیل اینکه فرزند شاه بود حقوق میگرفت. ای واقعا ننگ بر شما که چه کردید، هم برای خودتون هم برای مردم. و اما خبری که هر روز بدتر و بدتر داره میشه، این زلزله شدید یا زلزله مهیب ترکیه و سوریه بود. گفتم این آخونده چقدر خوششانس هست، یه زلزله اومد توی خوی، گویا اون موقع اولش 3 نفر کشته شدن، یه دهی هم زخمی شدن. تا مردم خواستن اعتراض کنن اینها، زلزله زد چنان به ترکیه و سوریه که اصلا دیگه کسی اسم خوی رو هم نمیاره. ولی معلوم شد این آگهی هایی که تو تلویزیون ها نشون میدادن بیاین ترکیه خونه بخرین خونه بخرین، میگه که یه قوانینی گذاشتن همین اردوان نابکار و دولتش که قانونا رو زیر پا گذاشتن. خونه هایی که ساختن، الان میگو خونه مثلا توی ژاپن با 9 ریشتر هیچ طورش نمیشه. این زلزله‌ای که آمده توی ترکیه و سوریه خیلی شدید بوده، ولی خونه هایی که ساختن، خونه هایی که 3 ساله 5 ساله 10 ساله توی قرن 21 ساخته شده، نباید اینقدر ضعیف باشه. اونم در منطقه‌ای که روی گسل زلزله است. این کلمه گسل من نمیدونم واقعا یعنی چی، یعنی روی خط، روی شکاف، چون اون وقتا شکاف بزرگ میگفتن گسل، ولی خودتون برید از توی لغتنامه ها ببینید. زلزله مرگبار ترکیه و سوریه، آمار قربانیان به بیش از 22 هزار نفر افزایش یافت. قبل از برنامه داشتم مناطور رو گوش میدادم، گفت 24 هزار نفر. ساکنان مناطق زلزله زده که اکنون در چادر یا در خودروهای خود زندگی میکنند، هر روز شاهد رفت آمد امدادگرانی هستند که با استفاده از پهبادها و دوربینهایش خب میرن میفرسن و به اصطلاح پیدا میکنن. حتی اسرائیل گفت یک کسی رو پیدا کردن بعد از 120 ساعت. حالا 120 ساعت هم ممکنه در جاهای مختلف بوده. این مثلا یه خونه از این آپارتمان های چند طبقه، ببینید اینجوری افتاده. و میگه تنها ساختمونی که درست مونده اون ساختمونی هست که به اصطلاح مثل شهرداریه و اجازه این ساختمون ها رو میده، اون یکی درست مونده. یه عکسی که باعث چیز شده بود، همه دنیا رو تکون داد، یه عکاسی عکس گرفته بود از یه نفر که نشسته بود و این تعجب کرده بود که این چرا نشسته اینجا. وقتی که میره نزدیکتر و ازش میپرسه، میبینه این پدری هست که دست دخترش رو که زیر آوار فوت شده مرده گرفته. اینجا رو اگه دقت کنید، دست این مرد در دست یا دست دخترش در دست این هست و این عکس میگن دنیا رو تکون داد. چه دنیایی تکون خورد؟ دنیایی که ما امروز خبرها رو که میشنویم، تا میگن 24 هزار نفر کشته شدن، فوت شدن، از دنیا رفتن،
ممکنه ماکسیموم یه دقیقه دو دقیقه ناراحت باشیم یا دربارش فکر کنیم، بعد میریم دنبال خبر بعدی، گزارش بعدی و الی آخر. تحولات ایران، معترضان در سیستان و بلوچستان بار دیگر پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند. اینا میان، من نمیدونم این آقای اون عبدالحمید یا هر کی هست مولوی، اونم بی برنامه است، اونم یه رضا پهلوی تو اون منطقه. خب اینا میان، تا هر روز چی میکنی؟ اینقدر میگی آخر یه تیر ناحق میزنن تو رو از بین میبرن. آخه بگو یه کاری بکنن، میان بیرون نمیدونم جاده رو ببندن، شهر رو ببندن. حالا بدبختی این استانهای سیستان و بلوچستان و اینها، اینها اینقدر دوتا حکومت پهلوی و حکومت آخوندا بهش نرسیدن که اصلا اگه ببندن و اینا فکر نمیکنم چیزی باشه. البته گویا عوض شده الان، مثلا اون بندری که اونجا درست کرده بودن و اینها، و اینا هم همش دنبال این ماجراهایی بود که همش دنبال نفت، از کجا نفت صادر کنیم، از کجا چیزها رو وارد کنیم، اینها گویا الان بهتر از قبل هست. ولی قبلا که اینا واقعا مناطق محرومی بودن. من بعض وقتا یه نفر میفرسه میگه این مدرسه بچه ها، میگم خدا لعنت کنه این آخونده رو. همینجا یه ساختمون 10 طبقه بود، 2 طبقهش مدرسه بود، بالای اینا هم همه خونه ها رو داده بودن به معلم ها و مدرسه ها. زمان شاه این آخونده که اومدن چیز کردن. بعد طرف میگه آقا چرا مسخره میکنی؟ میگم من کجا مسخره کردم؟ شما اینقدر دروغ می نویسید که الان گیر افتادید توش. آقا این همین جوری بوده. شما برو ایزه، برو نمیدونم مسجد سلیمون، برو خوزستان، برو آقاجاری، ببین این همه پول ثروت ایران از اونجا تامین میشد، ببین چه جوری زندگی میکرده. بگذاریم. اوکراین، حملات هوایی روسیه از حریم هوایی ناتو انجام شده است. این خیلی جالبه. حملات هوایی روسیه از حریم هوایی ناتو انجام شده. خب چه جلوش نگرفتین. و اما این رضا پهلوی رو پاک کنیم. این کارشناس محترم دیشب به راحتی در شبکه 4 خودمان گفت خامنه ای چنگیز است و در کشور قانون وجود ندارد. من لینک فیسبوکش رو میذارم اینجا و دیدم که یکی از دوستان میگفت دوستان تو این قسمت چت چیزی ننویسین، اون قسمت پایین تو کامنت بنویسین، تو چون چت برنامه که تموم میشه اون قسمت چت دیگه مثل که پاک میشه، فعال نیست، و میگفت توی کامنت بنویسین. البته من خودم کلن باورم اینه که برنامه لایو رو پاک کنم و برنامه‌ای رو که الان دارم ضبط میکنم روی سیستم خودمون بذارم، چون برنامه لایو قبلش یکی 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه همینجور من دارم کارامو انجام میدم، همینجوری هست بدونی که حرف بزنم. بعضی وقتا برای خودم آهنگ دارم میخونم، اینجوری هامینگ میکنم و الی آخر. این هم از ماجراهایی که ما بر اساس تجربه میگیم. اینو من دیدم، ویدیوی بسیار جالبیه، لینکش رو گذاشتم روی این یوتیوب لایو. حالا اگه بتونم روی یوتیوب بایگانی هم میذارم. میگه که بعد از این که شنید نشست مشترک با شاده رضا پهلوی در دانشگاه جورج تاون. ببینیم این چیه. این خیلی جالبه. این البته فکر نمیکنم این مال قبل از اون هست، ولی حالا چسبوندنش اینجا. این مسیح علی نژاد هم رقاص خوبی هست. دوستان رقاص بودن اب نیستا، هنره. هم خواننده خوبیه، خوبم میخونه. برید پیدا کنید مسیح وقتی که مخصوصا برای آقای خاتمی میخونه. من اینو بهتون نشون میدم، حالا امیدوارم یوتیوب یقمونو نگیره. نمیدونم کجا هستیم ما. بیایم اینجا، بیایم اینجا، اینا رو آف کنیم. گفت رینگو رفت من کافه، دید چراغا همه آفه. این خانم مسیح علی نژاد که میخواد زنها رو توی ایران نجات بده. امیدوارم بتونن با این شلنگ و تخته و تیسکلنگ و اینها رقصیدن بتونن زنها رو در ایران آزاد کنن. بفرم.
بس تا یقمون رو نگرفتن. بله اونم هم میگه عزیزم مسی، نمیدونم منظورش این بود که مسی چون به نظر میرسه یا حیه یا مس، هیچ عیبی هم نداره، همه اینا باید همه بتونن استفاده کنن. و اما اینجا این نمیدونم این واقعا درست کردن، این بسیار ربطی به ربطی هم به شاهزاده نداره. این مسیح اینجا بذاریم ببینیم اینجا چه کار کرده. ماشاءالله خیلی هم فعاله، همه جا هست، تو هر سوراخی شما دست کنی یه دونه مسیح تو اون سوراخ قبل از شما هست. و این میدونید دلغکا رو اینجوری صورتشون نقاشی میکنن. حالا ببینیم این مسیح خانم چی میگه. I am the voice of Iranian people. Many of us here do not accept beautiful smile. That's all we want. We don't want Donald Trump come and save us. We are not the victims. We are the victorious. I am the voice of Iranian people. Many of us here. بله اینو یه خانمی گذاشته به نام ستاره میهندوست توی توییتر و این خانم باور داره که مسیح علی نژاد یا همین معصومه قومی کلا فلان یه شارلاتانه. نوشته This charlatan is not the voice of Iranians. ولی خانم آقای رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون و خانم نازنین بنیادی که دیروز ترس برش داشته بود، این بیچاره درست هنرپیشه است. فکر نکنید بعضیا چون هنرپیشه هستن میتونن خوب صحبت کنن، میتونن خوب در مجالس شرکت کنن. همین آقای ابی رو نگاه کنید، چند هفته پیش اومده بود واشنگتن، وقتی باهاش میخواستن صحبت کنن من نمیدونم مست بود، نشه بود، خمار بود، چی بود، اصلا نمیتونست حرف بزنه. بعد خبرها اینقدر زیاده، امروز شنیدم که خانم گوگوش هم دیگه میخواد کار نکنه. گفتم خب با اون بی‌آبرویی که توی استرالیا چیز شد و اینها احتمالاً. بعد اگه دقت کنید تازگی ها لبش هم کجه. سالها پیش این آقای دکتر نوید بهم گفت سوربی شما متوجه شدی لبت کجه؟ گفتم نه. گفت که خیلی ها هستن یه سکته کوچولو میکنن یه جایی از صورتشون تغییر میکنه خودشون نمیفهمن. گفتم والا ما هیچ وقت دقت نکردیم، حالا ببینیم سکته کردیم یا سکته نکردیم. دوستان این ویدیو رو با دوستان خودتون به اصطلاح شیر کنید، در میون بذارید. اینم خانم مسیح علی نژاد رو دیدیم، بریم سراغ دیگران. اون شبکه چهار هم دیدیم، بریم سراغ دیگران. این عکس دلسوز واقعا مردی که پدری که دست دخترش رو گرفته هم دیدیم. و مینویسه که زلنسکی در سفری از پیش اعلام نشده وارد بریتانیا شد. آقای دادرس به خوبی گفت که هی میگن رضا پهلوی میخواد بره با زلنسکی دیدار کنه. آخه این زلنسکی که مثل آخوندها دست گداییش به همه درازه، هی میگه اسلحه بدین، پول بدین. حالا رضا پهلوی تازه میشه کوری عساکش کور دگر شود. دنیای عجیب غریبیه دوستان. این چند نفری که دیروز جمع شدن اینجا همه امیدوار بودن بیان یه برنامه‌ای بگن، یه چیزی بگن، بگه ما قرار فلان کنیم. حالا یه جلسه دیگه هست نمیدونم تو مونیخ، اونا دوتا میخوان برن اونجا. آقا اینا من بی خود ننوشتم رضا پهلوی، من اولین کسی بودم که به این رضا پهلوی گفتم پهلوی. این برای پلو این ور میره، برای یه دست چلو کباب این ور میره. باز من فکر کنم من اولین کسی بودم که گفتم کودک سفید مو. حالا آقای دادرس میگه اون گفته. گفتیم بابا هر کی میخواد بگی گفته باش. پاسخ وزیر ارتباطات به یک سوال جنجالی، آیا اینترنت ایران قرار است مانند کره شمالی شود؟ اون میگه نه. حالا بایشیم تا کی بفهمیم مثل کره شمالی اصلا احتیاج نداره، انقدر زندگیشون بده که انگار دارن تو قرن 19 هم، حتی قرن 20 هم و اینا هم نه، انگار دارن تو قرن 19 هم و 18 هم زندگی میکنن. خب در نتیجه احتیاجی هم به اینترنت نداره. میگه که ما وقتی این توییتر یه جالبی نوشته، یه چیز جالبی نوشته و یه مجسمه اینها. بعد نوشته که اینها
مجسمه درست میکنن، مسخره میکنن خمینی رو که مجسمه نه، یه مقوایی درست کرده بودن تو سالگرد 22 بهمن یا 12 بهمن، حالا خودشون مجسمه درست میکنن مسخره میکنن، میگن از خارج، ما میگیم بیاین داخل، میگن نه خمینی هم از خارج. من نوشتم خمینی تا روزی که به ایران نیامد انقلاب پیروز نشد. حالا اینها مجسمه درست کنن و چاپیت شا چاپیت شا بگن، به هیچ جایی نمیرسن. بذارید اینو ببینیم. یادم نیست حقیقتش که چند روز پیش من اینو بهتون نشون دادم یا نه، توی یکی از این هتل ها اون گوشه اتاق یا گوشه اون سالونی که اینها اجاره کردن یه چیزی مثل پارتیشن گذاشتن، بعد ازش رونمایی میکنن. این حالا ببینید خودتون و خودتون قضاوت کنین اینا به چه چیزایی دلخوش شدن. خب این من صداها رو میبندم که یوتیوب احتمالا یقمونو نگیره. میبینید که اون پارتیشن رو بردن، حالا چراغم میندازن اون کنار اینجا. هرچی این تو کاناداست، چون پرچم کانادا رو هم دیدم، آقای شاه و خانم فرح و آقای رضاخان قلدر وایسادن، ولی میبینید که حتی این جلسه به این کوچولویی هم پر نشده. میگه به امام مقوایی میخندیدند، از اون طرفم تا بهشون میگفتیم بیا ایران میگفتن مگه خمینی از پاریس رهبر انقلاب نبود. اینو آقای یا خانم سبا، این سبا هم بعد هم اسم خانم هاست هم اسم آقای سبا آذرپیک فکر کنم آقا هست. حالا چرا از خمینی اینا تقلید میکنن؟ که من نوشتم خمینی تا به ایران نیومد انقلاب پیروز نشد و ضمناً حالا هرچی اینا میخوان چیز بسازن، چی میگن ببینیم چه خواهد شد. بله اینجا هم نوشته خانم آذرپیک، پس این سبا آذرپیک یک بانوی ایرانی است. برگردیم به استدیوی جهانی تلویزیون مردم. دوستان شما هم اگر مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم اگه مایل باشید میتونید با پرداخت هزینه از قبل وقت تعیین کنید، با هم یه برنامه به صورت گفت و شنود یا به صورت مصاحبه داشته باشیم. و این رسمه که یه نفر که میخواد بیاد مصاحبه کنه میگه که من میخوام درباره این موضوع این موضوع این موضوع صحبت کنم، حتی یه چیزی رو مینویسه به مجری برنامه میده، مجری برنامه اونا رو میپرسه، ولی ما به خودمون این اجازه رو میدیم که یه چیزی رو اضافه کنیم، کم کنیم، بپرسیم، بیشتر بپرسیم، دوباره بپرسیم و الی آخر. در صورت شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ضمن اینکه این روزها هیچ احتیاجی نیست به هیچ تلویزیونی. شما تلفنتو برمیداری، میگیری دستت، میزنی فیسبوک، میزنی یوتیوب، میزنی اینستاگرام، میزنی، ولی یادتون باشه اونجا چند تا دوست میتونن نگاه کنن. اینه که اونی کسی که نمیدونم 30,000 تا داره، 1,000,000 داره، 10,000,000 داره، اونی که با خودش هست و خانوادهش، به اصطلاح تعدادش، قیمتش، هزینهش فرق میکنه. بله شما میتونی بری برنامه بذاری خودت، بعدم ضبط کنی، خودت هی نگاه کنی و لذت ببری، ولی اگه میخوای به گوش دیگران برسه برو یه جایی که به اصطلاح تعداد زیادی چیز داره، پیرو نه، توی لیستش هستن. و اما اینم از این، بیایم ببینیم چیزایی. من این برنامه رو فقط گذاشتم که به اصطلاح این پوشه رو امروز خالی کنم، چون به درستی شما دوستان به من نشون دادید، من بارها گفتم برنامه‌های تلویزیونی کاملا با رادیو متفاوته، چون شما از تلویزیون اصلا حس میکنید که اونجا نشستید. یادم آقای اکبری چند مدت پیش نوشته بود این تلویزیون مردم و برنامه شما یه جوری بود که اصلا من خودمو توی اون جلسه حاضر حس میکردم. و بله باید اینجوری باشه، ما نه چی میگن قاشق چنگالی حرف میزنیم، نه اون چیزی که نیستیم اداشو در میاریم و خودمون هستیم. من همین هستم، اینجا همینم، با دوستام همینم، با فامیل خودم هم همینم. و اما آمار جان باختگان زلزله در ترکیه، این مال یکی دو روز قبل بوده، مال همون روزی بوده که من نخوندم و شما متوجه شدین. اونجا نوشته 5,000 نفر. چگونه زلزله را کنترل کنید؟ حتما شما دیدید که یکی از کارهایی که این
آخوندهای احمق انجام ندادن، این حتی رهبر خامنه ای، اون یکی خمینی، اینها این بود که بیان جلوی این آخوندهایی رو که مزخرف میگن بگیرن. بعد از طرفی دوستان میگن آقا خب خود اونها هم با مزخرف گفتن شدن رهبر و ولی فقیه و اینها. شما بیان نگاه کنید این آخونده، اولا من نمیدونم اینا چند سالشونه. الان متاسفانه همین ماجرای هر کسی میتونه یه برنامه خودش رو داشته باشه و اینها، این امکان رو به اینها هم میده. ببینید این آقای آخوند چی میگه. زلزله شدیدی زمان خلیفه اول تو شهر میاد، جوری که همه مردم شهر میان از خونه هاشون بیرون، میرن در خونه خلیفه اول ابوبکر از شدت ترس و لرز که خلیفه براشون کاری بکنه. میبینن خود ابوبکر هم ترسیده از این زلزله. همه مردم همراه با ابوبکر حرکت میکنن، میان در خونه عمر ابن خطاب خلیفه دوم. میبینن عمر هم از شدت زلزله ترسیده. همه مردم به اضافه خلیفه اول و دوم میان در خونه امیرالمؤمنین در میزنن با استراب و نگرانی، اما میبینن امیرالمؤمنین بدون هیچ ترسی در رو باز میکنن. وقتی میبینن مردم اینجوری ترسیدن، امیرالمؤمنین حرکت میکنن سمت بیابون و روی تپه وای میستن، مردم هم دور حضرت وایستن. مردم شهر نگاه میکنن، میبینن دیوارای شهر مثل گهواره که رفت و آمد میکنه، این دیوارها میره و میاد، خونه ها داره خراب میشه. حضرت زهرا اونجا میگه علی ابن علی طالب دست گذاشت رو زمین، صدا زد آی زمین تو را چه شده است؟ یه وقت همه این مردم با تعجب دیدن که زمینی که داشت میلرزید آرام شد. خب ببخشید من اینو قطع کنم. ببینید واقعا اگر بخوان یکم به خدا فکر کنید، میبینید خدا چه موجود بیماری است. این عدسایی که میخواد بیاد نمیاد، آدم دیوونه میشه. میاد بچه ها رو مریض میکنه، یه جا اینجوری زلزله درست میکنه، بعد میگن خدا میخواست آدم ها رو امتحان کنه. خب یه جوری دیگه امتحان میکرد، مگه این معلم ها و دانشگاه و مدرسه و اینها امتحان نکردن؟ کاغذ و قلم میدادن امتحان میکرد، یا رد میشدی یا قبول میشدی یا تجدید میشد. این چه خدایی است که اینجوری بچه رو مریض میکنه، نمیدونم داغ بچه رو به دل پدر مادر میذاره، حالا میام این زلزله. این آخه پدر سوخته احمقی که نشسته اینجا نباید از خودش سوال کنه این حضرت علی مست بوده یا نشه بوده وقتی که تمام شهر اونجا زلزله میمده، این نشسته تو خونه، این خیالش هم نبود کسی که یه همچین قدرتی داره که میتونه بره بیرون دستشو بذاره رو دیوارهای زمین، دیوارهای شهر و دیوارهای شهر از این حالت زلزله. آخه من نمیدونم با چه آب و تابی هم تعریف میکنه. به قول شاهین غلامرضایی میگه انگار که اینها اونجا بودن، اینجوری که تعریف میکنن. این دوستان سلطنت طلب هم دست کمی از این آخوندها ندارن. دیدی تعریف میکنه، نمیدونم رضا شاه با خواهرش اینجوری بود اونجوری بود، انگار که ایشون اونجا بوده. بعدم از اون ور میگن رضا شاه انقدر جذبه داشته که هیچکس جرأت نمیکرده نفس بکشه، هیچکس جرأت نمیکرده اظهار وجود کنه. من نمیدونم، نمیخونه چیزایی که به هم میگی، نمیخونه. شما این چیزی که میگی خلیفه اول رفت دنبال خلیفه دوم، رفت دنبال چهارم، رفت پنجم، بعد حضرت علی اینجوری، اینجا میخوای فقط بین شیعه ها و سنی ها به اصطلاح تفرقه بندازی، این آخرش به کجا میرسه؟ به این میرسه که بین خودتونم اختلاف هست، ولی تا دلتون بخواد. اینو من از وبسایت که نه، از یه جایی به نام خرافات کده، یه تبلیغی هم برای اینها بکنیم، اینجاست روی، ببینید من بهتون نشون بدم، روی توییتر هست. حالا نمیدونم شما روی توییتر هستید نیستید، ولی اینجاست به اسم خرافات کده. خب اینم من اگه جای دوستان بودم این قسمت رو کوچیک‌تر می‌کردم، خرافات کده اینجا پیدا بشه، اینم کاری به اون نداشته باشه. میگه نوشته تنها هدف ما خرافه زدایی و آگاه سازی است. افتتاح اولین مسجد آبی، آبی یعنی آبا نه رنگ آبی، آبی مسجد آبی در عربستان،
مسلمانان عربستان ابتدا با لوله‌های پلاستیکی یک مسجد در ساحل ساختند و بعد آن را به زیر دریا منتقل کردند تا در داخل آن نماز بخوانند. در هایلایت پیج اینستا بذار اینجا بهتون نشون بدم، از اولی که این مسجد رو دارن میسازن و بعد میبرن در دریا، اول اینو تو ساحل ساختن، بگیم سلکت ایریا بهتره، سلکت ایریا هر چیه اونا هست شما هم میبینین، در صورت که سایزهای دیگر رو اگه بگیم یک کمی اشکال میاره. بله نگاه کن، بله اینجا یه مش لوله پولیکا، یه مش آدم بیکار وایسادن تو ساحل ساختن، بعد میبرن تو دریا، بعد از این بیکارتر یه سری دیگه غواص با اکسیژن و نمیدونم فلان و اینها میرن پایین، حالا میخوان اونجا نماز به کمرشون بزنن. خب که چی، نگاه کنید واقعا دیوانه بازی رو نگاه کنید. اینا دارن در فکر این هستن که برسن به کره مریخ و دنبال این هستن که تو کره ما آب هست یا نیست، اون وقت اینجا اینها این کارو میکنن، پولای زیادی مردم بیچارهی که میرن حج بعدن اینجوری تلف میشه در عربستان مسجد ساختن که این کارو انجام بده. برسوان این صفحه رو من گاهی وقتی نگاه میکنم به نظرم چیزای جالبی میاد، اگه خواستید شما هم برید خرافات کده در چیز نگاه کنید. این یکی هم باز خیلی جالبه، وقتی هم شروع میکنید دوستان دیگه آدم دلش نمیاد ول کنه بره. مثلا این یکی داشت راجع به چیز میگفت، راجع به یکیش راجع به انگشتر حضرت سلیمان، قالی حضرت سلیمان اینه، بله بله، و با آب و تاب تعریف میکنه که همه این چیزا نزد حضرت مهدی هست و با خودش میاره. حالا شما فکر کنید روز که این حضرت مهدی امام دوازدهم از چاه جمکران میخواد بیاد بیرون، چقدر آشغال پیامبرای دیگر یا امامای دیگر رو باید با خودش بیاره، از جمله میگه که شمشیر امام علی یا همون ذوالفقار اونه که بابا اصلا میگن یه جایی توی موزه‌ای هست. حالا شما بیا گوش بده، گوش کن. ببین چه هفت بیجاری میشه، قالی اونو میکشه رو دوشش، پیرن اونو میکنه تنش، نمیدونه عمامه اونو میذاره سرش، زره اونو میپوشه، انگشتر اونم میاره، این مثل که اسقاطی میگفتن اون وقتا یا سمساری داره وقتی میاد. فکر کنید حالا از اون ورم میگن با یه اسب سفید میاد، از اون ورم میگن چنان خونریزی را میندازه که تا نمیدونم زانوی اسبش خون دنیا رو میگیره. خب شما ببین چه خدای دیوانه‌ای باید باشه که همچین چیزایی رو درست کرده باشه، چه افراد احمق و دیوانه و شالاتنی این داستانها رو ادامه بدن. ولی دوستان یادتون باشه که این داستانها در تمام ادیان هست. اینو من ببندم برگردم به صفحه خودمون، از مسیحی ها گرفته، فردا صبح یه شنبه، فردا صبح چیه؟ از همین امشب آخر شب کانال های اینجا تلویزیون ها یکی پس از دیگری که چجوری از مردم سوء استفاده میکنن، چجوری میگن پول بدید تا ما براتون این کار کنیم اون کار کنیم، نمیدونم براتون سبزی بکاریم چمن بکاریم، میگه بدهکاری خونه نمیتونی بخری، اب نداره اون پولی که گذاشته بودی خونه بخری حالا خونه گرون شده بده برای کلیسای ما، ما به خدا میگیم خدا برات اینجوری میکنه اونجوری میکنه.
خب Good morning my friend، اینو اون روز خوندم، بازم میخونم برای اونایی که هی به من زنگ میزنن آقا دیگه امروز دیگه روز آخره شما بیا. گفتم از روز اولش شما من میگفتید روز آخره، شما برید بعدن هر کدومتون خسته شدید یکی یکی وجدان داشته باشید، شرف داشته باشید، مثل این دوست خوب ما وردارید بنویسید Good morning Mr. Sorby، منشته My friend I stopped going to the demonstration، من دیگه رفتن تظاهرات و اینا رو تعطیل کردم چون دیدم اینا میان اونجا به هم دیگه فوش میدن، میان به هم دیگه دعوا میکنن و الی آخر. خب خوشحالم که رسیدم به اینجایی که محسن هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی که اینها بخواد مثل مجاهدین هست از خجالتشون اسم سازمانشون رو نمیارن، اسم خودشون نمیگن، هر روزی به یه اسمی نمیدونم تظاهرات به اسامی مختلف اینا، این خانواده هاشمی رفسنجانی هم میدونی الان دیگه رفسنجانیش وشتن، یه مدت دیگه هاشمی رو لابد هم دارن به یه اسم دیگه میان. محسن هاشمی گفته آزادی محکومان و متهمان حوادث اخیر میتواند تحریکات ضد انقلاب را بی اثر کند. این همون عف عمومی است که تو دوره شاه هم ایام عید اینا میدادن و گویا الانم این خامنه ای یا دولت هر کی، ما که نمیفهمیم تو ایران دستور کیه، دو تا دولت داریم، یکی ولاییه یکی دولت، اون که اون یکی هم نوکر اونه، گفته که یه عده‌ای رو آزاد میکنه. حالا شما اینو داشته باشید، شما تو زندان باشید، اون یکی که اعتصاب قضا میکنه آقای میثمی، آخه تو حالا تن مریض تو بهت دادن برو خونه، آخه این چی کاری بود شما کردی آقای میثمی؟ یکی دیگه‌اش یه خانمی رو امروز آزاد کردن، میگه من گفتم من نمیرم از زندان بیرون، به زور منو گرفتن از زندان انداختن بیرون. آخه این چه زندانیه که شما حتی بهت میگن آزاد شو برو بیرون نمیری بیرون؟ خب زندانی که به باطبی مرخصی داد بیاد دندونشو درست کنه بره دانشگاه، بره دانش به اصطلاح امتحان بده، و زندانی که به دیگران مرخصی داد یکی پس از دیگری فرار کنن، نتیجهش این میشه. این خانمه میگه من نمیخواستم از زندان بیان بیرون، به هم گفتن باید بری. وقت ما منشستیم اینجا هی آقایون اینو آزاد کنین، خانما اینو آزاد کنین، نمیدونم کی درست میگه، نمیدونم. درباره زندان یه چی بهتون بگم، حالا دیگه اگه ندیدینم تقصیر خودتونه. ویدیوهایی که برای هویدا ساختن اون 5 قسمت، کار بسیار خوب و کار سنگینی انجام شده و جالبه نگاهی که من و شما داریم وقتی این ویدیوها رو میبینیم و نگاهی که شاه اللهیا داره. مثلا تو اون ویدیو خانم دکتر انشا که یا دختر خاله یا فامیل هویدا بوده و هر روز میرفته زندان اینو میدیده، حالا خود اون زندانه چگونه بوده بگذرد، هر روز براش کتاب و دارو میبرده، هر روز براش روزنامه میبرده که میگه وقتی داشتن اعدام میکردن من رفتم اونجا، عکس اونایی که اعدام شده بودن اونجا بود. بعد هویدا میاد تو دادگاه میگه من 5 ماه اینجا نه کتاب دارم نه روزنامه دارم نه رادیو دارم، در صورتی که خود اون خانمه میگه این یه رادیو موج کوتاه داشت، صبح نمیدونم رادیو عراق و رادیو بی بی سی و اینا رو گوش میداد. ببینید ضد و نقیض و دروغگویی. حالا حتما شما هم یادتونه که عکس‌های منتشر شد که آقای هویدا رو در زندان نشون میداد، زندان شاه. باورتون میشه این آقا رو اومدن از اون خونه ویلایی توی یه جایی به نام شیان برداشتن با ماشین بردن تو زندان، اونجا رو دکورش رو عوض کردن، آقای هویدا رو گذاشتن اونجا عکس گرفتن که به مردم بگن هویدا زندانیه، در صورت که هویدا توی ویلا زندگی میکرده. خب ببینید اینا حتی وقتی هم که به بنبست خوردن بازم دروغ میگفتن، که بعدم دیگه اون ماجرا هویدا گویا 5 ماه 6 ماه، من بهتون گفتم من 2 بار با داداش ایشون فریدون هویدا تلفنی صحبت کردم قبل از اینکه فوت بشه و این گفت من از 2 تا رژیم یه سوال دارم، از اولی سوالم این که شما به چه جرمی داداش من رو گرفتید رژیم شاه، از دومی به چه جرمی داداش رو اعدام کردن، و هیچ کدومشون جوابگو نبودن و نیستن. اینم از این ماجرا. و اما
آقای محسن هاشمی منتظر عفو عمومی داده بشه، یکی از اونایی هم که داده بشه اگر فائزه هاشمی هم عفو شود خوشحال میشویم. این فائزه هاشمی هم زندان رفتن براش یه بازی شده، میره اونجا لوس بازی یا رفتم نمیدونم با خانما این با خانما اون. خود این پدرسوختا ببینید چقدر مردم رو ناراضی کردن از این کارهایی که زمین اینجا زمین اونجا بالا کشیدن، شرکت های مختلف، پرونده های اون برادراش رو نمیدونم مهدی و اون یکی دیگه یاسر و اینا رو تو انگلستان و اینها به اصطلاح آقای نیکاهنگ کوثر یه مدت گفت، اونا رو برید دنبال کنید ببینید چه کثافت بازی هایی بوده. خب میگه که همه برندگان جوایز گرمی 2023 برای شروین حاجی پور برنده جایزه گرامی شد. این چون اسم این شعره برای هست، وقتی میارن برای و برای اینا یکم آدم قاطی میکنه. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم اینا رو در برنامه قبل خونده بودم، ولی الان مهمترین خبری که باز هست این داستان آقای میر حسین موسویه. دوستان یکم فکر کنید چجوری وقتی مردم سال 1188 ریختن تو خیابون با اون پرچمای سبز که به نشانه طرفداری از سید، باز ببین اونم مذهبی بود، سید پرچم سبز انتخابات، اعتراض کردن. یه دفعه جایی که رضا پهلوی آمد بیرون و دستبند سبز بست و این برابر مردم رفتن خونه، خیلی هم کشته شدن. دوباره الان نگاه کنید بعد از 4-5 ماه وقتی که مردم آمدن با این مکافات، خانم های جوون، آقایون جوون اومدن تو خیابون ها، همین جوری ادامه داشت و چون بی برنامه و بی رهبر بود تا رضا پهلوی و این چند تا مفتخور و مشنگ و موج سوار دیگه آمدن گفتن ما ما ما، مردم دوباره رفتن خونه. حالا همین احمق رضا پهلوی میگه خب مردم رفتن خونه، مگه آقای مارتین لوتر کینگ که کشته شد جنبش نژاد پرستی و به اصطلاح تبعیض نژاد و رفعش از بین رفت؟ اصلا چه ربطی داره؟ اگه تو رهبر بودی اومده بودی کشته شده بودی، مردم میگفتن مگه رضا پهلوی که کشته شد جنبش از کار افتاد؟ اینجا که نه رهبری داشت نه چیزی. ما بارها گفتیم این جوان بیچاره احساساتی حتی نتونسته پدر و مادر خودش رو قانع کنه که باهاش بیان تو خیابون، چون پدر و مادره درسته الان تحت فشار آخونداست ولی مارگزیده است، میدونه که ممکنه از این بدتر بشه و همش سوال میکنه اگه اینا برن فردا چی؟ همه اینا میگن مهم نیست شما سوال نکن. خانم گلشیفته رو نگاه کنید با چه وقاحتی با چه پررویی به مردم حمله میکنه، شما نپرسید فردا چی میشه، فقط امروز بیان بیرون، کم مونده بگه مثل گله گوسفند دنبال ما بیان. آقا ای کاش دوره سال 1357 هم یک کسایی میگفتن فردا چی میشه، مگه الان نمیگیم اینا احمق بودن نپرسیدن؟ حالا شما به مردم باز میگین احمق باش، عجب ملتی هستین، عجب احمقای شما 4-5 نفر هستین. حالا رفتین تو جورجتاون بعد چی شد؟ رفتین یه چلو کبابی هم خوردین و اصلا از ساعت برنامه نگاه کنید، ساعت 1 تا مثلا 2:30 90 دقیقه حتما باید بعد نهار باشه، خوراکشون خورده باشن بیان اونجا، بعدم برن برسن به خواب قیلوله یا نپ چی میگن خواب بعد از ظهر. خب دوستان عزیز، این روزنامه های اون زمان و اینها و داستان میر حسین موسوی به نظر من باید مانند دیگران، مانند هاشمی رفسنجانی، مانند اونایی که زنده هستن دادگاهی بشن. متهم هستن اینها، فعلا میگیم متهم هستن به قتل، اون قتل 1367، بعضی ها میگن 3,000 نفر، بعضی ها میگن 4,000 نفر، اون آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری حتی کتاب نوشته بود با اسم و فامیل اینها، که خب الان اون موقع نه، ولی الان شما به کامپیوتر بگو من 5,000 تا اسم و فامیل میخوام بهت میده. راستی این چند هفته گذشته چندین برنامه جدید آمده، اون اینتلیجنت چی بهش میگن، چیزی هوشمند، آرتیفیشال اینتلیجنت یعنی هوش مصنوعی،
گوگل و بینگ و اینها که همون ویندوز هست یا آقای بیل گیت هست، اینا دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن و یکی از مشکلاتی که الان درست کرده میگه دانش آموزا ازش تقلب چیز میکنن به اصطلاح برای درساشون اینها. بله این هم روزنامه رو گذاشته، تحولات ایران، میرحسین موسوی خواستار اجرای همه پرسی و تا چیز اساسی شد. حالا دیروز بعضیا از این چند تا عقب افتاده که اینجا جمع شده بودن میپرسیدن خب شما نظرتون درباره میرحسین موسوی چیه، حالا اون باید بازی بدیم یا ندیم، و اونم یک داستانیه که شما هم میتونید نظری اگه دارید بفرستید تا در برنامه های آینده در موردش صحبت کنید. و اما باز هم میگم اگه لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید به وسیله سابسکرایب شدن در یوتیوب، به وسیله لایک زدن، به وسیله زنگوله رو زدن، به وسیله کامنت نوشتن و از همه مهمتر به وسیله حمایت های مالی، چون حمایت مالیه. شما حتما یادتونه تو ایران وقتی عیدی میگرفتین چقدر خوشحال میشدین، و هیچ عیدی به اندازه پول واقعا خوشحال نمیکرد آدم. یه اسباب بازی میبردن یه روز باش کار میکرد، ولی اون پول بود که به شما که میداد اولا یه قدرتی میداد که خودت تصمیم بگیری میخوای بری سینما برو سینما، میخوای فلان کفشو بخری برو بخر. این بود که فرهاد اون شعر بسیار زیبای بوی عیدی بوی پول رو خوند و یاد فرهاد هم گرامی باد. میشه گفت اون کوروش یغمایی، فریدون، اینها خواننده‌هایی بودن که مثل این حلهلا مشنگا خودشون رو به اصطلاح آلوده نکردن. ممکنه آلوده مواد و اینها بودن، ولی به اصطلاح با این چیزها خودشون رو درگیر نکردن. یک خبر دیگه مونده، من اینو میخونم و میریم ببینیم تظاهرات امروز در ایران که الان اونجا ساعت 10 شب چی شده و تظاهرات اینجا چی شده. هر روز شنبه بیان و بعدم الان دیگه گروه ها را افتادن به سفره حضرت عباس به هم دیگه زنگ میزنن بعدش بیان خونه من شما فلان خوراکو بیار، پاتلاک بهش میگن، شما فلان خوراک بیار، بعدش میرن اونجا. هیچ از این ورم دیسکو میسکوها و مهمونی ها و اینها جمع شدن. مثلا حتی همین امشب مثلا دیدم آقای تبریزی نوشته بود که امشب به خاطر بزرگداشت این ماجراها برنامه میذاریم. ببینم اگه بتونم بهتون نشون بدم. این آقای مهدی تبریزی هم ما رو خفه کرد، ولی چیز نه، این آگهیش و اینا رو درست نکرد. با دست نوشته با احترام و تسلیت به انسانهای شریف واشنگتن و مصیبت دیدگان، نمیدونم چی آخر، ایران، ترکیه، سوریه، دانشگاه 26 به منظور همدردی و همبستگی شنبه شب یعنی امشب روز 11 فوریه مراسم ویژه برای تسلی خاطر همگان تدارک دیده. حالا نمیاد بگه که این مراسم ویژه رقص و پایکوبیه یا چی، یا میخوان مراسم یادبود برای اونا بزنن. الان خیلی از مراسم ها یادبود، حتی تو ایران موزیک هست، یه چیز دیگه هم بهش میگن همنوایی یا همخوانی، و یه مش دف میارن میزنن و اینها، داره شکلش عوض میشه. دوستان عزیز هر کجای دنیا که هستید، آهان یه گفتم این خبر رو بخونم بعدش برم. چرا موساد درخواست شاه برای ترور خمینی را رد کرد؟ اینایی که هی میگن شاه خیلی ناز بود نمیخواست اصلا هیچ که چیز بشه و اینها، شاه حتی فکر ترور خمینی را هم کرده بوده، ولی کسی نیومد باهاش همکاری کنه. این میگه که چرا موساد درخواست شاه را برای ترور خمینی رد کرد. شبکه تلویزیونی آرته به تازگی به مناسبت 70 سالگرد تأسیس اسرائیل مستندهایی را به این رویداد اختصاص داده است. یکی از این مستندها به سازمان اطلاعات اسرائیل یعنی موساد
از زبان رؤسا و ماموران پیشین آن اختصاص داشته است. در قسمتی از این مستند افرایم هالوی رئیس موساد در سالهای 1998 تا 2002 گفته است که در دوره شاه رابطه موساد و ساواک سازمان اطلاعات امنیت کشور چنان نزدیک و تنگاتنگ بود که برای نمونه رئیس موساد به نمایندگی از سوی دولت اسرائیل در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی شرکت کرد. در همین مستند الایزر گزی، این اسما رو ممکن اشتباه بخونم چون وقتی فارسی می نویسن توش ا او نیست، نه مثل عربیه نه مثل انگلیسیه که بتونیم درست بخونیم. در همین مستند در بهبویه رویدادهای منتهی به سقوط شاه در سال 1357 به ریاست دفتر موساد در تهران گمارده شد، گفته است این آقای الایزر گزایی برای آشنایی با رویدادهای ایران به تهران سفر کرد و متوجه شد که جریانهای متعدد افراطی در این رویدادها نقش دارند. او میگوید که در روزهای ماموریتش در ایران به دفتر ساواک در تهران سر زد که ورودیش سنگربندی شده بود و در بیرون افراد مسلح به کلاشینکوف علیه شاه فعالیت میکردند. الایزر گزی تصریح میکند همه قرائن نشان میداد که همه چیز به موی بند است. این آقای گزی لابد اصفهانی گز میفروخته. در داخل ساختمان منشی ساواک به من گفت که رئیس این سازمان آنقدر افسرده است که از ملاقات با دیگران خودداری میکند. گزی میافزاید که در همین اثنا یک جنرال ارتش شاه با رنگی پریده به سوی او آمد و دستش را دور گردن وی حلقه کرد و گفت مرا با خود ببرید. به گفته الایزر گزی اندکی بعد یک مقام دولتی به ملاقاتش آمد و از او خواهش کرد که کت و شلوار و کراوات بپوشم و متفقاً به دیدار شاهنشاه برویم. در این ملاقات به گفته گزی شاه از او خواست که موساد خمینی را به قتل برساند. دوستان مأمور برجسته موساد داره میگه شاه از او خواست که موساد خمینی را به قتل برساند. وی میگوید که این پیام از طریق تلگرام به رئیس وقت موساد جنرال هاکا منتقل شد که پس از دریافت پیام یک نشست بحران تشکیل داد. یوسی آلفر از ماموران وقت موساد در ایران که در این نشست حضور داشته میگوید در این نشست پیش از آن که من درباره خواست شاه اظهار نظر بکنم یکی از ماموران قدیمی موساد در ایران خطاب به جنرال هاکا گفت نگران نباش، بگذار خمینی به ایران بازگردد، ارتش و ساواک نخواهند گذاشت که او قدرت را بگیرد و وی را خواهند کشت. ببینید دوستان، بعد از این ور ما بختیار رو داریم که میگه نه ما نمیزنیم هواپیمای اون رو، و از اون ور ارتشیایی رو داریم که اونها هم اعلام بیطرفی کردن. توی آمریکا میگن اینجا انقدر شیر تو شیر و خر تو خره که طرف دست راستش نمیدونه دست چپش چی میکنه. حالا این منظورش اون وقتا میدونی وزیرها شاه‌ها وزیر دست راست داشتن و وزیر دست چپ، ولی اون به اونم میشه بگی که یعنی ناهماهنگی. حالا شما نگاه کنید این خانم نازنین بنیادی که خودش پیرو یک دینی هست، برید اون دینه رو مطالعه کنید که مثلا بهش دستور دادن تو برو باشو زن این چیه هنرپیشه روانی کتوله ای هم هست. من از روز اول از این بدم میمد، تد کروز بود کی بود نمیدونم، الکی هم به خاطر که جزو این دینه بوده. برید اینا رو یکم مطالعه کنی، وقتی میاد اونجا قربونت برم نازی جون چه نمیدونم سینه ای داره چه نمیدونم پرپاچه ای داره، اینجوری برخورد نکنید. قربونت برم آقای رضا پهلوی چه دماغی داره، عین نمیدونم شطور چه دندونی داره، عین بابا برو دندوناتو درست کن، 2000 دلار بده از این چیزای 8 دلاری بخر شب بذار شاد جلو خورخورت هم بگیره. عجب آدم گداییه. گو یا رب مباد گدا معتبر شود، گر گدا معتبر شود ز خدا هم بی خبر شود. و این
شاه خودش بچه یه آدم گدای فقیری بود دیگه، بعدش هم این بچه شاه چیز با همون با اون همه پول بازم این ژن به اصطلاح توشون آمده و همینجوری یکی پس از دیگری گدا پس از گدا و خسیس، تا ببینیم چه خواهد شد. دوستان عزیز، از اینکه این برنامه رو تا آخر تماشا کردید ممنونم. اگه لطف کنید این برنامه رو برای دیگران بفرستید، لایک کنید، سابسکرایب کنید توی فیسبوک اگه میبینید. هنوز نمیتونم تو فیسبوک بذارم، ما به خاطر این خانم بهیه جیلانی که من واقعا فهمیدم ایشون یه مقداری از لحاظ روانی مشکل داره، حتی چند تا از دوستان نزدیکش توی فرانسه به من تماس گرفتن گفتن آقا این همه دوستا رو از خودش به اصطلاح دور کرده و فلان اینها، چون خیلی متغیره، یه روز اینوری یه روز اونوری. گفتیم حالا خدا ایشون رو هم سلامتی بده. تصویر من به نظر میاد که مات بود، شاید این زوم و فوکس طرف بود هندیه، گفت به زنش بیا این میخواد عکس بگیره ازمون، گفت داره چی کار میکنه، گفت فوکس، گفت هممونو با هم. حالا این ما باید اینو زوم میکردیم، زوم میاره جلو و عقب، فوکس اونیه که اگه دوربینم با دوربین وقتی کار میکنید بهتره این دستتون از زیر بگیرید، مخصوصا اگه دوربین پروفشنال میشه، چون سرش هیوی میشه، سنگین میشه، اگه نگاه کنید عکاسای حرفه‌ای امکان نداره اینجوری بگیرن، و وقتی اینجوری میگیرید حتی اگر بخواین اونم تنظیم کنید منوال به خودتون، دیگه خطر افتادن دوربین نیست. اینم درس امروز، روز روزگار اینجا میگن once crazy always crazy، میگن شما اگر یه بار دیوونه باشی همیشه دیوونه هستی، ما هم اگر یه بار معلم باشی همیشه معلمی. و این معلم بودن رو دوستان امتحان کنید، برید برای کامیونیتی های خونتون محلتون کار کنید، به دیگران یه چیز ساده ای رو که شما بلد هستید یاد بدید، بعد ببینید اون لذت یاد دادن واقعا چه لذتی هست، آدم هضم میکنه. دوستان مرسی که با ما بودید، روز روزگار بر شما خوش.